پناهجو کیست؟ چه مشکلاتی دارد؟ آیا در یک روز می توان با تمام دردها و مشکلات پناهجویان آشنا شد؟ 20 ژوئن در هر سال به نام روز جهانی پناهندگان معرفی شده است. روز جهانی پناهنده روزی است که کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد تلاش می کند به جهانیان یادآوری کند میلیون ها انسان پناهنده که مجبور به ترک خانه خود شدند با چه مشکلاتی روبرو هستند. کلمه مشکلات برای هر قشری معنای خاصی دارد، اما برای یک پناهجوی مانده در برزخ بلا تکلیفی و انتظار نه تنها معنایی ندارد، بلکه در آن چنان حل شده که خود نیز به یکی از معضلات و مشکلات جهانی تبدیل شده و این روزها به یک بحران رو به وخامت تبدیل شده که دیگر در یک روز نمیتوان از مشکلاتش گفت. درد یک پناهجو را تنها یک آواره مانده در برزخ انتظار میداند و بس. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره پناهجویان اعلام کرد که در پایان سال گذشته میلادی بیش از 70 میلیون نفر در وضعیت آوارگی به سر می‌برند. از مرز 70 میلیون نفر نیز گذشته است و این بالاترین آماری بود این نهاد در تمام 7 دهه فعالیت خود ارائه می‌داد. شماره کسانی که به طور اجباری ناچار به ترک محل زندگیشان و آواره شدند تقریبا به 70 میلیون و 800 هزار نفر می‌رسد. این یعنی 2 میلیون آواره بیشتر از سال قبل شدند. مطابق این آمار یعنی هر روز حدود 37 هزار نفر به تعداد آوارگان اضافه می‌شوند. در دل این آمار سهم ایرانیانی که از ظلم و بیداد حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی مجبور به ترک وطن شدند و در نقاط مختلف جهان آواره کشورهای دیگر بودند تنها 4% بود. امروز شنبه 20 ژوئن 2020 برابر با 31 خرداد 1399. درود میفرستم به شما عزیزانی که صدا و تصاویر ما رو میبینید. با برنامه ویژه پناهجویان ایرانی در خدمت شما هستیم. از فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. دوستان عزیز، این برنامه ویژه پناهجویان هست و به همراه میهمانان این برنامه ما در خدمت شما خواهیم بود. دعوت کردیم از جناب عمر مینایی، ایشون سخنگوی شورای همبستگی از پناهجویان ایرانی در ترکیه هستند که امروز رو با ما همراه خواهند بود. جناب مینایی لطفاً صدای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. منم سلام دارم خدمت شما، بسیار سپاسگزارم از برنامه بسیار خوب فراسوی گذار به دموکراسی و داد که زحمت میکشند و میپردازند به این مسئله بسیار مهم که بخش وسیع از مردم ناخواسته به این مشکل پناهجویی و مهاجرت گرفتار شده اند. من در خدمت شما هستم. بسیار خوش آمدید جناب مینایی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و امروز رو به صورت ویژه در خدمت شما خواهیم بود. امروز 20 ژوئن هست، روز جهانی پناهجویان. از طرف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پناهندگان نامگذاری شده. با توجه به مقدمه‌ای که در ابتدا عرض کردم، روند آمار پناهجویان رو به افزایش است. شما فکر می‌کنید چرا، به چه علتی ممکن هست این روند رو به افزایش باشه و چرا هنوز هیچ نهادی نتونسته این مسئله رو حل بکنه؟ مسئولیت با چه ارگان و نهادهایی میتونه باشه؟ بفرمایید. بله، ببین، عواملی که باعث شده مردم ایران، ما به هر صورت ما امروز متمرکز بیشتر هستیم رو مردم ایران که چرا با وجود کشوری با این همه ذخایر مادی که داره که هر سال میلیون ها دلار نفت و ذخایر دیگر فروش میره و کماکان وضعیت مردم هر روز بدتر میشه. ما بیشتر از 70% تا 75% مراکز کاری ما
به علت سیاست های غلط و دوکی و غارت این سران فاسد این حکومت جنایتکار همه غارت شده است. بخش بسیار وسیع از کارگران ما بیکار شده اند. کسانی که کار می کنند همکنون ما امروز شاهد چندین اعتراض کارگری بودیم که حقوق چند ماهه مؤخر را در حقوقشون پرداخت نمی کنند. ما امسال فقط فروش نفت امسال با توجه به تحریم هایی که وجود داشته 8 میلیارد دلار، یعنی سال 98 منظور به سال 98 دولت ایران 8 میلیارد دلار نفت فروشته، 7 میلیارد و نیم آن غارت و چپاول شده دزدیده شده. هر کس معترض بشه، هر کس صدای آزادی خواهی، هر کس صدای برخلاف آنچه که حکومت میپسنده بلند بکنه، اون صدا با بدترین شیوه محکوم میشه و خفه میشه، ترور و زندان و کشتار رو همه میدونیم دیگه. توی این 41 سال ما با بی‌رحم‌ترین کشور تاریخ روبرو بودیم، نه تنها قرن تاریخ روبرو بودیم. بنابراین علت و عامل اصلی که مردم نمیتونن دیگه اون شرایط بسیار وحشتناک هم معیشتی هم سیاسی رو تحمل بکنن، ناصر هستن که با تمام اون وابستگی‌هایی که به اون کشور دادن، اون وابستگی‌هاشون، خانواده‌هاشون، اون زحمت‌ها و تلاش‌هایی که کشیدن، دار و ندارشون رو جا بگذارند و مجبور بشن از اون کشور فرار بکنن و جای دیگه برن، که طبیعتاً این فرار و این گذار هم طبیعتاً مسیر مناسبی نیست. اما گاهن انسان‌ها در اثر ناچاری گاهی مجبور هستن به خاطر اینکه در آتش نسوزن به آب پناه میبرن و متاسفانه این آب رو هم اونها رو خفه میکنن. اما سوال شما که فرمودید چرا اینها به یعنی کشورهایی که قرار بوده بر اساس اون قوانینی که مصوب کردن و به اینها به پردازن چرا نمیپردازن، بحث اینه که این کشورها روابطی که با ایران دارن مجموعا به این شکل بوده تا به حال که ما میبینیم. هر زمانی که روابطشون خواستن با ایران روابط مناسبی باشه، این پناهجویان رو بالاخره با خال خود رها کردن. زمانی که نه، به یه شکلی دیگه بوده، میخواستن یه در رابطه با مسائل سیاسی و اینا یا منطقه‌ای مشکلاتی بین کشورها و کشور جمهوری اسلامی پیش اومده، اینها تلاش کردن یه مقدار اون مسئله رسیدگی به پناهجوها را عاجل‌تر بکنن، سریع‌تر بکنن، بهتر رسیدگی بکنن. متأسفانه بعد از اون مسئله برجام و بعد از جنگ سوریه مسئله رسیدگی به پرونده پناهجویان ایران نه تنها رسیدگی نمیشه، بلکه باید بگیم فراموش شده. ما بسیار کسانی رو داریم چهارتن سال بیشتر قبولی کمیسارها رو گرفتن، وارد مرحله کشوری شدن، اما در تمام کشورها بسته شده است. ما بسیار کسانی رو داریم که بعد از اینکه واگذار شده از طرف کمیسر عالی فنان پروندهشون به اداره مهاجرت ترکیه، قرار بر این بوده که دوباره اینها رو دوباره بیان ساماندهی بکنن، دوباره بیان مصاحبه از اینا بگیرن. خب تمام این مجموعه عوامل ناشتاد گرفته از این از اون کشورهایی که باید پناهنده رو بپذیرن بنابرا اون مصالح و منفعت خودشون، بنابرا اون روابط خودشون که با جمهوری اسلامی دارن، از این که بیان پناهجویان رو بپذیرن یه جوری تنظیم کردن که فعلا لازم نیست پناهجویان ایرانی رو بپذیرن و منافع خودشون رو برتری میدن بر اساس که بیشتر بیان بر مردمی که از فقر و بدبختی و از شکنجه و اعدام و از کشت و کشتار فرار کردن. اینها دنبال منافع خودشون بودن، اینجا منافعشون ایجاب میکنه که فعلا اینها رو پشت درهای بسته نگه بدارد. هر زمانی هم که ممکن باشه لازم داشته باشن به عنوان یه نیروی کار مفت ارزان بیان از اینا استفاده بکنن. بنابراین بحث اینه که اساسا مسدود شدن درها به این مفهوم است که درها رو زمانی باز میکنن که این نیرو رو هم لازم داشته باشن، همین که بتوانن به عنوان یه امتیاز نسبت به فشارهای به جمهوری اسلامی از آن استفاده بکنن. امروز که مسئله برجام و مسئله هستی جمهوری اسلامی به حد بحرانی رسیده است، همگی تلاش میکنن فعلا این مسیر رو مسدود بکنن تا برسه تا بلکه از طریق دیگر، از طریق دیپلماسی روابطشون رو با ایران به شکل دیگری تنظیم بکنن که این روابط خدشه ای یا مشکلی برای اون روابط سیاسیشون پیش نیاره. و بنابراین این مهم نیست که پناهجویان اینجا نابود میشن، میمیرن، کشته میشن، برسر خلافت و بدبختی دوزار مریضی روحی و روانی میشن، هیچ کدام برای هیچ کشورهای پناهنده پذیر مهم نیست و عملا درها رو به سوی اینها بستن. صحبت های شما رو شنیدیم جناب مینایی. اجازه بفرمایید از مهمان دیگر برنامه‌مون دعوت کنیم. جناب یدی بلدی رو همراه خودمون داریم در این بخش از برنامه. ایشون جامعه شناس و فعال حقوق بشر در زمینه دفاع از حقوق پناهندگان هستند. خواهش می‌کنم جناب بلدی گرامی،
لطفاً تصویر و صدای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. درود میفرستم خدمت شما و خوش آمد میگم از اینکه در این بخش از برنامه همراه ما هستید جناب بلدی. جناب بلدی، درود بر شما. بفرمایید. بله، جناب عمر مینایی اشاره داشتن که روابط سیاسی حاکم بین دولت ها و کلن حکومت ها و اون منافع مشترکی که حکومت ها با یکدیگر دارند باعث میشه که در این بین جامعه پناهجویان ضربه های مهلکی بخوره، از جمله موندن در وضعیت بلا تکلیفی و انتظار و بدون پاسخ موندن. شما فکر میکنید اینها چه پیامدی خواهد داشت؟ با نگاه جامعه شناسی به این قضیه لطفا پاسخ بدید که برای این قشر از انسان‌ها، به هر حال اینا انسان‌هایی هستن که از اولین حقوق، از حقوق اولیه خودشون به دور هستن، یعنی که امنیت ندارن و مهمتر از همه بدون هویت هستن. این چقدر می‌تونه آسیب زننده باشه؟ چقدر می‌تونه برای جامعه جهانی هشدار دهنده باشه؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. با تشکر از شما و با درود به بینندگان عزیز، واقعیت اینه که این مسائلی رو که مینایی عزیز فرمودن کاملا درسته. متاسفانه پناهنده ها قربانی هستند. واقعیت اینه که در 40 سال گذشته ما میلیون ها انسان داریم که در این زمینه ها قربانی شدند. عامل این البته مسئله رو از چند جنبه باید دید. جنبه اول به ویژه در کشور ما روی کار آمدن جنایتکارانه جمهوری اسلامی هست که با جنایات خودش، با شکنجه و اعدام و با تعذیباتی که برای مردم قائل شده، جوانان کشور ما و انسان های کشور ما ناچار به فرار شدن. این یک وجه قضیه هست. وجه دیگه اینه که کشورهایی هست که پناهنده پذیر هستن. شما ببینید متاسفانه رفتار چندان خوبی با پناهنده ها ندارن. آقای مینایی عزیز در ترکیه و یونان شاهد است که با پناهنده ها چگونه رفتار میشه. در استرالیا که یک کشور مدرن و پیشرفته هست، نخست وزیر این کشور اعلام کرده بود هر کس میخواد بیاد پناهنده بشه در کشور ما، کوسه های ما در ساحل منتظر اونها هستند. چقدر دردناک این صحبت از یک جانب یک نخست وزیری که خود را نخست وزیر یک کشور متمدن میدانه. و شاهد بودیم که هزاران نفر را در جزیره ها اینها زندانی کردند که بخشی از اونها یا خودکشی کردند یا روانی شدند. و این مسئله همچنان ادامه داره. بارها ما شاهد بودیم انسان ها، مادرانی که کودکانشان در آغوش بوده، در آغوششان بوده، در کوه ها یخ زدند. بارها شاهد بودیم کودکان در جلو چشم مادران در رودخانه ها و در دریاها غرق شدند و هنوزم آثاری از اونها نیست. و کودکانی که بودند که در راه مفقود شدند و هنوز بعد از سالیان دراز از اونها اثری نیست. این سیاست های به ویژه سیاست هایی که یعنی روابطی که بین کشورها وجود داره خیلی تعیین کننده است. در همین کشور آلمانی که من شاهد بودم، زمانی که دولت آلمان با جمهوری اسلامی روابط حسنه ای داشت، میزان قبولی ها بسیار بسیار پایین می آمد. و زمانی که مثلا مسئله میکونوس پیش آمد، در اونجا ما دیدیم که تعداد پناهنده پذیریشان به مراتب بیشتر بود. تا زمانی که دیکتاتوری وجود داره، تا زمانی که دموکراسی وجود نداره و عدالت اجتماعی وجود نداره، مسئله پناهندگی اجتناب ناپذیر هست. و به ویژه کشورهای عقب مانده ما، کشورهای آفریقایی، کشورهای خاورمیانه که به ویژه از رنج مضاعفی هم رنج میبرن، اون هم مسئله اسلام هست و مسئله دین هست که در زندگی مردم دخالت داره. ما هر روزه باید شاهد باشیم. در این آلمان من شاهد هستم و دیگران هم شاهد هستن که هزاران، ده ها هزار جوان تحصیل کرده، ده ها هزار جوان فرهیخته و اینا مجبور و ناچار شدن کشور خودشون رو رها کنن. هیچ انسانی دوست نداره در کشور دیگری زندگی کنه. همه ما میخواییم در سرزمین مادریمان در کنار عزیزان خودمان زندگی کنیم. اما متاسفانه جهنمی را که جمهوری اسلامی و دیگر دیکتاتوری های منطقه به وجود آوردن، ناچار کردن انسانها را به پناهنده بشن و به خارج از کشور بگریزن. و این جریان همچنان ادامه خواهد داشت و متاسفانه قدرت های بزرگ هم چاره ای برای این کار ندارد و نمیخواهند داشته باشند. اینها از قبل جمهوری اسلامی، از قبل حکومت های مانند سوریه و عراق و اینها سود میبرند و برایشان مهم نیست که هزاران، ده ها هزار، صدها هزار و میلیون ها انسان پناهنده داشته باشیم.
عرض کردم، تا حکومت‌هایی بر اساس دموکراسی و بر اساس عدالت اجتماعی و جدایی دین از دولت به وجود نیاد، ما همچنان شاهد این درد و رنج پایان‌ناپذیر بشری خواهیم بود. سپاسگزارم. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب بلدی عزیز. برمیگردیم به جنایی. جناب مینایی، لطفاً در ارتباط با این موضوع برای شنوندگان توضیح بدید. ببینید، با توجه به روند پناهجویان در جهان، به ویژه پناهجویان ایرانی مد نظرم هست که کشور رو ترک میکنن و اون هم فقط به خاطر شرایطی که در ایران حاکم هست، وجود حکومت جنایتکار و ضد بشری که اکنون حاکم هست و عرصه رو بر روی بسیاری از هموطنان بسته، به نیازهای اولیه‌شون حتی پاسخ نمیتونه بده و نمیخواد بده. با توجه به این قضیه و از اون طرف هم ما مواجه هستیم به اینکه بسیاری از نهادهایی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند نمیتونن پاسخ باشن و در این موقعیت قرار گرفت. فکر میکنید که چگونه خود مردم میتونن به داد همدیگه برسن و این کمک مردم در حق همدیگه چگونه باید باشن؟ این رو به عنوان سوال پایانی از شما میپرسم با توجه به محدودیت زمانی که داریم و پاسخ شما رو خواهش میکنم بسیار خلاصه و مختصر بفرمایید تا بتونیم پاسخ جناب بلدی هم داشته باشیم. بفرمایید. بعد من عرض بکنم ببین، هر حرکتی رو شما بخوای، هر حرکت اجتماعی، هیچ فرق نمیکنه، این حرکت در پروسه پناهندگی باشه، در پروسه مسائل اجتماعی سیاسی، هر چیزی بخوای، شما نیاز به یک نیرو دارید، نیاز به یک قدرت دارید که خودت رو با عنوان اون مجموعه ای که هستی به اون طرف مقابل خودت تحمیل بکنی که صدای شما رو بشنود. باید نیروی داشته باشی، باید توازن داشته باشی، باید قدرت بشی که اونا صدات رو بشنود. صدای یک نفره، صدای چند نفره بسیار کوچک هیچ وقت شنیده نشده، اینا براش مهم نیست. اگه دو نفر و ده نفر و صد نفر و هزاران نفر در دریاها بمیرن، تا زمانی که تشکیلاتی به وجود نیاد و اون تشکیلات اون مجموعه آدم ها رو دور خودش جمع نکنه و اون مجموعه آدم ها هم صدا با هم در یک ید واحد، در یک صف واحد مطالبات خودش رو به اشتراک نگذارن، دولت های پناهنده پذیر، جامعه حقوق بشری، قطعا صدای اونها را نخواهند شنید. ما بر این اساس، بر این اساس رفتیم سمت سویی که نهادی درست بکنیم که از طریق اون نهاد مجموعه پناهجویان رو بیاییم و حق و حقوق خودشون آشنا بکنیم، مجموعه اون پناهجویان رو در یک مکانی اسکان مثل یک خانه در اونجا اسکان بدیم، به اونا بگیم حق و حقوق شما اینه و بیایید مجموعه در کنار هم و پشتیبانی هم، با همکاری هم، با همگرایی هم، صرف نظر از نظر و مسلک و مرامی که دارید، منافع مشترک خودتون رو به صورت مشترک در یک صفحه واحد مشترک اینها رو پیش ببرید. قطعا این نهادی که ما درست کردیم، این شورایی که ما درست کردیم، دقیقا همین مسیر رو میخواد بره که پناهجویان امید بده که از فراکندگی و تشتت بیاد بیرون و این تشکیلات از راه‌های قانونی که خود جامعه جهانی سالیان سال از اونها را مصوب کردن بر اساس و به استناد به اون مواد قانونی، استناد به اون قوانین حقوق بشری که در جامعه بین الملل مصوب شده است، ما متکی هستیم به اون و بر اساس اون داریم پیش می‌بریم مسائل خودمون رو. و قطعا پناهجویان عزیز اگر بخوان از این شرایط فراکتوار نجات پیدا بکنن، باید بیان در کنار هم باشیم، با هم متحد بشیم، منسجم بشیم و این اتحاد و همبستگی میتواند ما رو به اون هدفی که داریم و به اون خواسته و مطالبی که داریم برسونه. تشتت و انشقاق و پراکندگی قطعا ما رو به هیچ جایی نخواهد رسوند. سپاسگزارم از شما. دارم از توضیحات شما. دعوت میکنم مجدد از جناب بلدی و آخرین سوال رو ازشون خواهم داشت. جناب بلدی، با توجه به اینکه جناب مینایی اشاره کردن به اینکه مردم باید مطالبات خودشون رو به صورت منسجم و یک پارچه داشته باشن تا ما بتونیم یک شورای یک پارچه‌ای رو برای همه نیازمندا، یعنی پاسخگو باشه تمام نیازمندا، شما فکر میکنید در اینجا نقش کسانی که به هر حال این دوره رو گذروندند و اکنون در کشوری که میخواستن به مقصد خودشون رسیدن، یعنی قبلا پروسه پناهجویی رو طی کردند، این گروه از جامعه که به
الان دیگه پناهنده شدن و به هر حال اقامت کشورهای سوم رو تونستن بگیرن، اینها به عنوان یک وظیفه انسانی و یک وجدان بیدار که قبلا این پروسه رو گذروندن در قبال این قشر از جامعه که الان در این شرایط هستند و دارن این مدت انتظار رو با شرایط بسیار نابسامان طی میکنن، چه وظیفه‌ای میتونن داشته باشن و آیا میشه امکانش هست که این انسجام رو کمی ما وسعت بدیم و به اون دامنه هم برسونیم؟ خواهش میکنم بفرمایید. بله، با سپاسی دوباره از حضور شما. واقعیت اینه بگم خدمت شما، مسئله پناهندگی مسئله دردناکی هست و از جانب خود پناهنده ها، به ویژه پناهنده هایی که وقتی که قبول میشن، وقتی که پذیرفته میشن، وقتی که وارد چرخه زندگی و وارد چرخه کار میشن، متاسفم که بگم خیلی دردناکه. فراموش میکنن، 99% فراموش میکنن. در این 30 سال ما چندین و چند بار انجمنها و کانونهای پناهندگی ایجاد کردیم. دوستانی که هستن در اوائل کار هستن، قبول نشدن میان، با رغبت میان، با میل میان. همین که قبول شدن متاسفانه وظیفه خودشون رو در قبال دیگران، در قبال کسانی که روزی مانند اونها بودن، فراموش میکنن و این دردیست که ما داریم متاسفانه. البته تعداد بسیار اندکی هستن از اونها که در این عرصه باقی میمانن و به دیگران کمک میکنن، اما متاسفم که بگم اکثریت غریب اتفاق بعد از این که قبول شدن و به هر حال مشکل دیگری نخواهند داشت، اینه که چندان توجهی به وضعیت پناهندهای ما در ترکیه، در یونان و در حتی خود آلمان هم نمی کنند. توجه فرمودید، این درد ماست و تا زمانی که این تشکل شما ببینید در شهر هامبورگ ما 35,000 ایرانی زندگی می کنند که 34,000 نفرش پناهنده است و از این 34,000 نفر حدود 30,000 نفرش قبول شدن و 5,000 نفر هنوز قبول نشدن. اون 30,000 نفری که رفتن و پناهندگیشان قبول شده، باور بکنید که 1% هم حاضر نیست که در مسائل پناهندگی بیاری هموطن خودش بشه تا با این درد بسیار 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 بزرگی است. و از اون 5,000 نفر هم به هر حال حتی حاضر نیستن، بعضی حتی حاضر نیستن که هرچی ما میگیم با مسئله شخصی شماست، مسئله زندگی شماست، بیاید تو این تظاهرات شرکت کنید، عکس بگیرید، کار انجام بدید، متاسفانه حاضر به همکاری نیستن، حاضر به کار نیستن. یک مقداری احساس بیمسئولیتی در وجود اینا وجود داره. من شاید واقعا خودم ناراحتم که این مسائل رو مطرح میکنم، ولی متاسفم که بگم این واقعیته. این نه تنها درد من، درد کسانی که تو این زمینه ها مشغول فعالیتن و دارن برای پناهنده ها کار میکنن. واقعیت اینه بارهای بار ما برای پناهنده ها تظاهرات گذاشتیم، اعتراض کردیم، ولی متاسفانه خودشون آنچنان که باید شاید سهیم نیستن و شرکت نمی کنن. این درد ماست، ولی این باعث نمیشه ما وظیفه داریم در مقابل هموطنانمان، در مقابل بشریت، در مقابل انسانها وظیفه داریم که اون مسئولیتی که به ما محول شده، مسئولیتی که پذیرفتیم انجام بدیم. حرفای من شاید ناخوشایند بود، ولی متاسفم که بگم واقعیت بود. سپاسگزارم از شما. سپاسگزاری میکنم از شما جناب بلدی. آیا جمله‌ای رو دارید به عنوان جمع‌بندی در انتها برای شنوندگان داشته باشید؟ بله، فقط بله. من امیدوارم تمامی هموطنان، تمامی پناهنده‌ها، چه اونایی که پذیرفته شدن، چه اونایی که پذیرفته نشدن، حداقل بیان نم در مسائل سیاسی، در مسائل که الان وجود داره، مسئله پناهنده‌هایی که در ترکیه و یونان وجود داره، آقای مینایی بیشتر در جریان، واقعا دردناکه. جهنمی تشکیل شده برای، درست شده برای اینها. بیان لااقل در این زمینه ها از کمک های مالی، از کمک های فکری دریغ نکنن. اگر ما به هر حال در تمام شهرهای اروپا بیاییم و از حقوق و پناهنده ها دفاع کنیم و تظاهرات منظم در شهرهای مختلف بگذاریم، من فکر کنم حتما تأثیری در زندگی اونها و تأثیری در رویکرد دولت ها با اونها خواهد داشت. متاسفم که بگم این مسئله بسیار کم است و امیدواریم در آینده عملی بشه. سپاسگزارم از شما. من هم سپاسگزاری میکنم جناب بلدی. به هر حال صحبت شما رو و این برنامه رو بسیار از دوستان خواهند دید و بدون شک متاسف خواهند شد نسبت به این مسئله. و جناب مینایی عزیز،
یک دقیقه آخر رو به شما اختصاص میدیم. اگر جمله رو به عنوان حسن ختام دارید میتونید با شنوندگان در میان بگذارید. خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم. من ضمن تایید صحبت آقای بلدی عزیز منم بگم که این روزی که بنا به روز پناهجو برای ما پناهجویان در نظر گرفتن، هیچ ما حسدی برای پناهجویان نداشته. این روز فقط یه حرکت نمادین بوده، یه تابلو رنگین بوده و دستر خودشون آریزون کردن و این تابلو رنگی مثل یه پیراهنی است که برای یه تن بسیار رنجور بپوشونی و اون تن رنجور زیر اون پیراهن یه قشنگ اونو پنهان بکنی. تمام کشورهای پناهنده پذیر تا وقتی که درهای خودشون رو روی پناهندگان باز نکنن، تا وقتی که اون حق و حقوقی که یه انسان به عنوان پناهجو دارد و به عنوان پناهنده دارد به اون رسیدگی نکند، هیچ گونه اختصاص روزی نمیتواند تأثیری در وضعیت رسیدگی به امنیت و آرامش و آسایش پناهندگان ایجاد بکنه. ما خواهان اینیم که بر اساس قوانینی که خودشون مصوب کردن، تمام پناهجویان خواهان این هستند که بر اساس همین قوانینی که خود مصوب کردن، بر اساس اون قوانین با پناهجویان مدارا بکنن و پناهجویان را تحت حمایت همون قانونهای خودشون قرار بدن و بر اساس اون قوانین با اونها رفتار بکنن. ما چیز بیشتر از اون نمیخواییم و دیگه متاسفانه اینها رو هم فراموش کردن. بنابراین ایجاد یه روز، ایجاد چند روز نمیتونه تا وقتی که ما حسری نداشته باشیم، تا وقتی که خروجی نداشته باشیم، که در روند رسیدگی به پرونده پناهجویان برای رسیدن به آرامش و آسایش تأثیر مثبتی نگذاشته باشه، هیچ برای ما هیچ نقشی نمیتونه ایفا بکنه. بسیار سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، جناب عمر مینایی از ترکیه و جناب بلدی از اینکه همراه این برنامه ویژه پناهجویان با ما بودید. و دوستان عزیز، کسانی که صدای ما رو میشنوید در هر جایی که هستید، این برنامه به صورت ویژه برای پناهجویان ایرانی در هر جایی که هستند و با تمام مشکلاتی که دارند ارائه میکنه مسائل رو، و امیدواریم بتونیم در این مسیر گامای موثر رو برداریم و از توجه و همراهی همه شما عزیزانی که میتونید در این زمینه کمک کننده باشید بسیار استقبال میکنیم. برای همه شما سرافرازی و آزادی آرزو میکنیم در هر جایی که هستید. موفق و پیروز باشید.